عرض سلام دارم خدمت دوستایی که در پنل حضور دارن، شینکای کراخیل عضو پارلمان افغانستان، جناب عادی میران شاعر نویسنده و استاد دانشگاه، و جناب آقای محمد فقیری استاد دانشگاه. با تاسف که آقای حکیمی نتانستن به عنوان گرداننده شرکت بکنن، ما شروع میکنیم پنل گفتمان قومی در افغانستان را، و میخوایم با آقای هادی میران، جناب استاد هادی میران بحث شروع بکنم. آقای هادی میران، اصلا میخوایم شما در قدم اول روی از این موضوع صحبت کنید که گفتمان قومی در افغانستان در حال در چه وضعیتی است، و در مواجهه با گفتمان های رقیب از چه قطع برخوردار است؟ با درود بر شما و مهمانان حاضر در پنل و کسانی که احتمالاً این بحث خواهد شنید. ببینید، گفتمان قومی فعلا متاسفانه در افغانستان به عنوان یک گفتمان غالب تبدیل شده که هم بستر سیاسی افغانستان متاثر از گفتمان قومی هست و هم به هر حال حوادث و رخدادهای سیاسی که در پیرامون ما اتفاق میفته متأثر از نگاه قومی، عواطف قومی و حساسیت های قومی است. البته مشکلی که ما در سالهای پسین، در 20 سال اخیر که با امکانات قابل توجهی از جامعه بین المللی مواجه بودیم برای نهادینه ساختن دموکراسی، برای تبلیغ و ترویج آموزه های دموکراسی، متاسفانه از این فرصت بیشتر گفتمان قومی استفاده کرده و به عنوان گفتمان غالب در مناسبات کلان سیاسی و در مناسبات اجتماعی تبدیل شده. و ما متاسفانه نخبگان فکری و جامعه روشن فکری ما، نخبگان سیاسی ما، متاسفانه نتوانستند که گفتمان قومی را به گفتمان آموزنده و ساختار شکنی ملی تبدیل بکنه که سبب یا بستر تولید عواطف و احساسات ملی شوه و ما نسبت به حوادث کلان سیاسی با نگاه فراقومی و با نگاه ملی ببینیم. ما متاسفانه واقعیت باید قبول کنیم که با یک گفتمان ویرانگر قومی مواجه هستیم که گفتمان غالب در بستر مناسبات سیاسی و فرهنگی ما است. جناب آقای فقیری، در مورد واقعیت گفتمان قومی آقای عادی مهران به آقای عادی میران توضیحات خودشان دادن. من میخواستم شما این سوال بپرسم که با توجه به گوناگونی هویت‌های قومی در افغانستان و با توجه به ناهمگونی‌های قومی که جامعه افغانستان داره، آیا امکان شکلگیری یک هویت جمعی و ملی مورد قبول همه در افغانستان وجود دارد؟ خب تشکر، سلام بر شما و همه دوستان حاضر. من فکر میکنم که استقرار و استحکام گفتمان قومی در افغانستان چند علت بسیار عمده داره که باید بپردازیم. اول از اینکه ما در 100 سال اخیر حکومت های به شدت بی ثبات داشتیم. ما از 5 نهاد اجتماعی که شامل نهاد خانواده، آموزش، دولت، اقتصاد و دین میشه، این 5 نهاد در 100 سال گذشته متاسفانه به جای کارکرد مثبت کشکارکرد داشتن، ناهماهنگ بودن، بیمار بودن. این فقدان یک هماهنگی و کارکرد درست از این نهادها باعث شد که متاسفانه به تدریج گفتمان قومی در افغانستان قوت بگیره و شکل بگیره. نهاد دولت در افغانستان در 100 سال اخیر متاسفانه نتونست که گسترش پیدا بکنه به عنوان یک واقعیت اجتماعی در جامعه افغانستان. و از سوی دیگر دولت های افغانستان به جای پرداختن به مسئله هویت ملی و به خاطر ساختن یک هویت فراگیر، بیشتر به بقای خود فکر میکردن و بیشتر درگیر از این بودن که چند روزه بتونن که رقیبان خود از صحنه دور بسازن. من فکر میکنم که در بسیاری از موارد حکومت هایی که در افغانستان به وجود آمدن، به خصوص در 50 سال گذشته، اینا میخواستن که می قفل قرن 19 با کلید قرن 20 باز بکنن، در واقعیت این ناشدنی بود و متاسفانه مشکل ایجاد کرد. من فکر میکنم که اگر ما خواسته باشیم 8 عامل اساسی عنوان عواملی که به ظهور قومگرایی در افغانستان کمک کرد بپردازیم، من به شکل بسیار فشرده میخوایم که نام بگیرم اینا. اول کارکرد ناقص نهادهای اجتماعی بود، 5 نهادی که من ذکر کردم خدمت شما.
دوم تفسیری بود که از تاریخ معاصر افغانستان وجود داره متاسفانه. این تفسیری که از تاریخ معاصر افغانستان صورت میگیره به شدت توهم‌زا و پر از مشکل است. یا خاطرم است که در بسیاری از موارد ما میبینیم که گفتمان قومی در یک تفسیر بسیار نادرست از تاریخ معاصر افغانستان ریشه داره. مسئله سوم که میخوایم بپردازم روایت های قومی در جامعه افغانستان است و ما میبینیم که آرمان های اقوام افغانستان در مورد حکومت داری در مورد هویت داران یک دیگر تفاوت میکنه. مگر نام بگیرم مثلا او آرمانی که پشتون های افغانستان دارن تا تاجیکا و هزاره و ازبکا تفاوت میکنه. مثلا روایت قومی پشتون هاست پشتونستان بزرگ است، تاجیکا فدرالیزم یا خراسان خواهی است، یا هزاره است از وارستان حرف میزنن، یا ازبک ها از پانترکیزم حرف میزنن. فکر میکنم این روایت های قومی ما را به جاده اصلی که همانا یک هویت ملی است نمیرسونه. یه خاطرم است که ما باید بحث ناسیونالیسم قومی در افغانستان بسیار جدی بگیریم. من فکر میکنم که در صورتی که این بحران پنهان در افغانستان جدی گرفته نشه، این فاصله های اجتماعی که در افغانستان وجود داره روز به روز عمیق‌تر میشه و باعث گسست بیشتر در تعاملات مردم افغانستان میشه. و از سوی دیگر من فکر میکنم که حداقل در یک قرن اخیر دولت‌های افغانستان فاقد یک دورنما برای توسعه بودند. وقتی که مردم افغانستان هیچ نقشه رای برای آینده نداشته باشند، بدون شک پناه میبرن به اسطوره‌ها و آرمان‌های قومی که ما متأسفانه شاهد از این مسئله بودیم. خانم شینکای کروخیل، آقای فقیری توضیح دادن که یکی از دلایل تسلط گفتمان قومی در افغانستان است که در شروع وقتی که ناسیونالیسم افغانستان، ناسیونالیسم دولتی افغانستان شکل می گرفت، این ناسیونالیسم در واقع قومی بود، یک تفسیر قومی از تاریخ به دست داد و به این دلیل ما فعلا دوچار از این مشکل هستیم و به همین دلیل است که امو هویت جمعی و امو همبستگی اجتماعی لازم هنوز در افغانستان شکل نگرفته. از نظر شما چرا اونمو چیزی را که آقای فقیری میگن شکلگیری ناسیونالیسم افغانستان بر مبنای قوم، او در بین انتلکچوال پشتون مورد نقد جدی تا هنوز قرار نگرفته؟ باز سلام بر شما و تمام بینندگان برنامه شما. عرض کنم که من فکر میکنم که ناسیونالیسم قومی به هر صورت در افغانستان یک وقت جدن یک موضوع جدی در این مملکت نبود، اما به نظر ما اساس از این که بار دیگر گذاشته شد بعد از این که افغانستان بر یک بحران سیاسی در بعد از تهاجم روس می روند، همسایگان افغانستان بسیار از این فرصت خوب استفاده کردن و موضوع قومیت که واقعا یک مسئله جدی در بین مردم ظاهرا نبود، از این فرصت استفاده بسیار جدی شد و داشت اساسا تنظیمای جهادی را شکل دادن که زیر مردم زیر از این چترها جمع شدن، که بالاخره بار دیگر که این ناسیونالیسم قومی را واقعا جدی مطرح کرد در سطح یک ساختار سیاسی آینده مملکت، کنفرانس بن بود و اما وقت امیم معذره باعث از این شد که بالاخره مردم زیر چترهای قومی منسجم شد و فکر کردن که یگانه راه یا گزینه برای رسیدن به قدرت در ساختار سیاسی مملکت همین گزینه قومی است. چون رهبران جهادی قومی یگانه راه یا ابزاری که دست خود داشت و میتونست که از او از حد اعظمی استفاده بکنن تا بتونه به قدرت برسه و یا در قدرت بماند و این که بیشترین بستا امتیاز را گرفته باشن، امی تقویت کردن این چتر یا ناسیونالیسم قومی هستن که یک واقعا یک مسئله جدی است. و شما ببینید که متاسفانه ما کوشش میکنیم که در ساختار و در دستگاه دولتی به اساس همون تقسیمات قومی اشخاص جای به جای کنیم. من با مشکل واقعا این که خانم ها و یا آقایانی هستن که واقعا مردم توانمند بلایقی هستن، اما از این که تعلقیت به یک گروه خاص ندارن و یا هنوز و فکر و اندیشه بسیار ملی هستن و بخاطر است که به جای ناسیونالیسم قومی یک بار دیگر در افغانستان که بسیار شدت یافت، خود همی فیصله های کنفرانس بن بود که امروز ما فکر میکنم ما دوچار از این مسئله هستیم و متاسفانه که ادمی باعث ایجاد شکاف های بیشتر سیاسی و اجتماعی در مملکت اقتصادی به وجود آورده است. اگر به این مسئله یا مسئله جدن دیده نشود و مسئله را جدی نگیریم و در یک گفتمان ملی را داخل نسازیم، ما فکر میکنیم که اساسا شاید انوزم به نظر من انوز به او جدیت نیست
که باعث یک تقسیمی از این مملکت شود یا جدای طلبی در این مملکت شود، مانند مملکت دیگه که شده است. اما خوشبختانه هنوز با اون مرحله اکستریم یا افراطیش ما هنوز نرفتیم که باعث تقسیم از این مملکت شود. ما فکر میکنیم که مزرعه واقعا یک مسئله جدی است و نیاز به یک دید بسیار جدی به دیده شود و بالاخره سرسی بال کار شود تا چطور میتونه که این مسئله برش یک برخورد اکادمی که دقیق شود تا کسانی که واقعا ملی میاندیشند و کسانی که بسیار قومی میاندیشند بالاخره این بسلامی گفتمان تغییر بکنه و گفتمان ملی غالب شود و مردم امو تمام شگافایی که وجود داره یا معضلاتی که وجود داره با اون چطور برخورد شود تا بالاخره این مسئله حل شود و ما به این بسلا دست پیدا کنیم که واقعا ما داریم اساس تا داریم طرفیه که هویت ملی که نیاز هر جامعه در هر جغرافیا باشه. گفتن که بحث گفتمان قومی و مشکل قومی در افغانستان بعد از لشکرکشی روسا و کنفرانس بن و بحران 40 سال اخیر به وجود آمد، اما نقدی که بر این مسئله وجود داره ایست که اساسا حکومت‌های پیش از کودتای 7 ثور ناسیونالیسم را در افغانستان حمایت کردند که یک ناسیونالیسم مدنی و همه شمول نبود، یک ناسیونالیسم قومی بود، اقوام و فرهنگای افغانستان را درجه بندی کرد و مشکلاتی که بعد از کودتای 7 ثور هم به وجود آمد ریشه در او موضوع داشت. شما این موضوع را درست نمیدونین این نقد؟ مطمئنم که در هر اجتماع مسئله های وجود دارن اما با او سطح نمیباشن که واقعا یک تهدید برای یک ملت بودن باشن. یعنی هیچ اجتماعی ندارن که مردمش واقعا تمام مردمش راضی باشن و احساس تعلقیت به او با یک ملت و با یک هویت بکنن. اما ما فکر میکنم که در او وقت با او مسئله با او سطح نبوده که یک تهدیدی برای یک پادشاه شدن افغان ها بوده باشند و یا آدرس های قومی جور شود. بدون شک فرصت هایی که در تاریخ برای پیدا می شود از دوستان افغانستان دشمنان افغانستان زیادتر متوجه از این مسئله می شود. اما مسئله که واقعا وجود دارن و نهفته است چطور برملا شود. رهبران تنظیمی که به نام قوم ها جدا شد و یک دو زیر چتر از او جمع می شود. دیدیم که جنگ های تنظیمی و قومی ما رو به کجا کشان. ای بیخی کابل از دست جنگ های قومی تکت کشد و بالاخره ما با کنفرانس بنم که رفتیم باز هم امو کسانی که امو تنظیم های جهادی که در تبایی کابل و افغانستان رول داشتن ما رفتم و نمی تقسیمات رو دوباره مطرح کردن که خب بساس قوم باشن. من فکر میکنم که خب بدون شک در هر قوم نخبگان خود را دارد اما میار به حساب قوم نباشند. بسیاری جای ما کسایی داریم که یک وزیر است که اهلیت از را نداره اما از مربوط هم گروه سیاسی است که او میتونه که وزیر شد اما بسیار یک آدم در قوم بسیار یک آدم لایق و مستحق است اما چون زیر امو چتر قومی داخل نشد و اجازه از را نداره که وزیر شد و نمانگی امو قومی که مربوطی از جای است. جناب آقای میران، اما طور که خانم کرمخیل توضیح دادن یک بحثی نفس سقوط دولت یا استیت در افغانستان سبب شد که اشخاص و افراد یگانه جایی را که در اوج خود مسئول احساس میکردن سیاست هویتی و قومی یافتن و به همین دلیل بود که سیاست هویتی و قومی بسیار در افغانستان تقویت شد چون مردم راه دیگه برای حفظ مسئولیت خود و حفظ جان خود نداشتن، مجبور شدن که و او خورده هویت های قومی پناه ببرن و خود در واقع زنده نگاه کنن. خب با توجه به این سابقه و با توجه به او توضیحاتی که شما قبلا دادین که گفتمان قومی بسیار زیانبار مسلط است در فضای سیاسی افغانستان، شما چی فکر میکنین که از کدام طریق میشه که ما برسیم به یک هویت همه شمول مورد قبول همه؟ ببینید، ما وقتی یک بحثی به اهمیت گفتمان قومی را در افغانستان تجزیه و تحلیل میکنیم و قرار بر این میگذاریم که به یک نتیجه برسیم، خب ناگزیر هستیم که تاریخ تحولات و رخدادهای سیاسی افغانستان هم یک مقدار از نظر بگذرانیم و اونچه که فعلا به عنوان گفتمان غالب قومی در مسائل سیاسی در تمام مناسبات کلان ما سایه افکنده در واقع در یک کانتکست تاریخی
قابل بحث است و این دارای پسمنظر تاریخی است. ما برداشتم از تاریخ افغانستان و از رخدادهای تاریخی این است که ناسیونالیزم قومی در افغانستان که بستر پدید آمدن گفتمان غالب قومی شده، در واقع از چشمانداز تاریخی قابل بحث است تا اینکه از چشمانداز اندیشه ها یا پرداخت های جامعه شناختی قابل بحث باشد. ببینید، ما وقتی تاریخ افغانستان رو مطالعه میکنیم تا زمان آخرین حکم روایی صدوزایی ها که به شاه شجاع ختم میشه، خب بحث گفتمان قومی گفتمان غالب نیست، بحث زبان هم مطرح نیست، بحث عواطف و احساسات قومی هم جدی نیست. شاه شجاع به فارسی بسیار زیبا شعر میگفت و وقتی در هند بود بالاخره شعرهایی که از هجر وطن احساس بیماری میکرد سروده و وقتی که به هر حال در جاهای دیگه بود عواطف و احساسات خود به زبان دری فارسی شعر گفته. معنای از ایست که در او زمان علایق زبانی و قومی برجسته نبود. بعد از این که حاکمیت سیاسی دچار تغییر و تحول میشه و ما میرسیم به امیر عبدالرحمن، به نظر من اولین بار گفتمان غالب قومی در حاکمیت امیر عبدالرحمن شکل و نمود پیدا کرد و بعد عبدالرحمن شخصا به گفتمان قومی باور نداشت که خودش ترویج کننده گفتمان قومی باشد، اما او از گفتمان قومی، از علایق قومی و از عواطف قومی به عنوان یک وسیله بسیار نیرومند برای تحکیم و برای به هر حال تأمین اقتدار سیاسی خود استفاده کرد و این بحث از اونجا شروع میشه. بعد همینطور که میاییم تا وضعیت امروز میرسیم، آهسته آهسته گفتمان قومی به عنوان گفتمان غالب تبدیل میشه که بخش روشنفکری از این یا بخش به هر حال تیوریک از این متاثر از ناسیونالیسم صده 19 یا قرن 19 است که بحث دولت و ملت در اروپا مطرح کرد. و بعد از اون ما به هر حال با یک گسست مواجه میشیم که حزب دموکراتیک خلق به قدرت رسید و این گسست هم متاسفانه کارساز واقع نشد، اما چیزی که خیلی برجسته شد در کنار گفتمان غالب قومی که علایق و دلبستگی های قومی را تولید و بازتولید کرد، همینطوری ناسیونالیسم دینی یک پدیده جدید به هر حال در مناسبات کلان سیاسی اجتماعی و فرهنگی افغانستان جا باز کرد که امروزی هر دو به عنوان یک تهدید در برابر افغانستان و در برابر زندگی مردم افغانستان قرار دارد. منظور من این است که وقتی ما بحث گفتمان قومی را ریشه‌یابی میکنیم در کانتکست تاریخی قابل بحث است، اما از کانتکست تاریخی که بیرون میشیم بحث علایق و دلبستگی های سیاسی میاید. شما میبینید وقتی نخبگان سیاسی قومی افغانستان نسبت به وضعیت موجود یا نسبت به هر پدیده‌ای که در سرنوشت کلان افغانستان مهم است با دید قومی نگاه میکنه یا با احساسات قومی موضع میگیره، خب ریشه ازی در کجا میرسه؟ ریشه ازی یک بخشش متاثر از ساختار سیاسی است که در بستر ناسیونالیسم قومی شکل گرفته و یک بخش دیگه ازی به هر حال از علایق و دلبستگی های منافع سیاسی و منافع اقتصادی است. مثلا وقتی یک نخبه سیاسی از منافع قومی بیرون شوه یا سلسله عواطف قومی بیرون شوه، او دیگه به ساختار شکنی متهم است، متهم میشه که دوباره امکان برگشتش در جغرافیای قومی که به او متعلق است دشوار میشه، در حالی که شاید خودش هم معتقد نباشه. اما به عنوان از این که فعلا یک گفتمان پرمنفعت است، هر کس سعی میکنه که از امی آدرس قوم و از متوسل شدن به احساسات عواطف قومی از یک طرف ادبیات قومی رو تولید کنه، دلبستگی های قومی رو تولید کنه و از یک طرف برای تأمین منافع شخصی خودش تلاش بکنه که از جامعه قومی خود پرت نشه. زیرا به دلیل از اینکه هر چقدر نخبگان سیاسی در افغانستان ملی بیندشه، فراقومی بیندشه، به امون میزان منزوی میشه و امکان دستیابی به منافع کلان برایش غیر مقدور میشه. به همین دلیل فعلا ادبیات قومی و گفتمان قومی یک وسیله بسیار پرمنفعت و یک وسیله بسیار مؤثر برای رسیدن زودتر به موقعیت های کلان سیاسی است.
جناب آقای فقیری، دی که قانون اساسی سال 2004 ساخته شد، قانون اساسی سال 2004 مبناش شهروندی بود که افغانستان یک جمهوری است، افغانستان دولت ملت قومی نیست، افغانستان دولت ملت شهروندان است. و در اون زمان نویسندگان قانون اساسی افغانستان و کسانی که قانون تصویب کردن هدفشانی بود که اساس یک دولت ملت شهروندان در اینجا گذاشته شود، تبعیض از بین بره تا افغانستان به اون مشکلات اساسی خود برسه. فعلا مشکلات اساسی افغانستان همونطوری که شما میدانین کچکاردی، کچکار، خلاصه ناکارآمدی نهادهاست، فساد اداری است، نبود امنیت است و مشکلات ازید است و اقتصاد است و گرسنگی و اینا. ولی با وجود ازی هم گفتمان بسیار گرم در سیاست افغانستان بحث قوم است. چرا قانون اساسی 2004 ما را از این گفتمان عبور نداد؟ و خب چه کاری، چه چیزای لازم است، چه اقداماتی باید صورت بگیره که امو هویت جمعی بحثای گفتمان قومی را جایش پر کنه تا افغانستان برسه به اون معضلات اصلی که داره؟ خب واقعیتی است که لزوما قوانین نمیتونن که متضمن تغییرات اجتماعی در یک کشور باشن. ما از دیدگاه جامعه شناسی دو نوع فرهنگ داریم، که یک فرهنگ موجود است که فرهنگ مطلوب. فرهنگ موجود در افغانستان متاسفانه همواره در برابر فرهنگ مطلوب عمل کرده و فعالیت کرده. بخاطر است که قوانین لزوما توانایی تغییر مناسبات اجتماعی صرفا ندارن، بسیاری از متغیرهای دیگری است که باید وجود می‌داشت، مثل حکومتداری خوب، مثل توزیع ثروت و قدرت به گونه عادلانه. از توی دیگر باید حکومت افغانستان میتونست که مور روایت توصیه و روایت که بر مبنای دموکراسی به سر شکل گرفته بود میتونست وارد روستای افغانستان بسازد، که کارا ناکام بود. من یک بحث دیگر که میخوایم به ادامه بحث که شما مطرح کردیم صحبت بکنم، این است که ما یک زمان تا سال 1357 دین خلای هویتی مردم افغانستان پر میکرد، یعنی دین یک پناهگاه امنی بود که برای مردم افغانستان هویت میداد. اما سال 1357 به بعد دین یک رقیب دیگر پیدا کرد که این امان قومیت بود. و اینکه چرا قومیت به عنوان یک متغیر وارد مناسبات سیاسی افغانستان شد، عوامل خاصی داره. من میخوام که یک از عواملی که از او یاد بکنم، ناسیونالیسم حاکم در منطقه ما است، منطقه که ما زندگی میکنیم. ما تا امروز صدای ناسیونالیسم در بین ترکای ایران میشنویم، ما تا امروز صدای ناسیونالیسم در بین بلوچای پاکستان میشنویم، در بین اویغورها در چین میشنویم، در بین شورشیان در کشمیر جنگ میکنن میشنویم، و در بین گروه پیکاکه در ترکیه که کردای ترکیه هستن میشنویم. متاسفانه در منطقه ما منطقه نیست که هویت شهروندی و یک هویت فراگیر شکل گرفته باشه. ما هیچ الگوی مناسب از دموکراسی در منطقه خود نداریم. بیخاطر ماست که افغانستان دقیقاً هم به دلیل سیاست‌های داخلی و به دلیل فقدان نگاه توسعه محور دولت‌ها نتونست که یک هویت ملی برسه، و هم به دلیل تاثیرگذاری کشورهای منطقه. و از توی دیگر میخوایم که یک بحث دیگر مطرح بکنم، الگوی نقش. اگر اجازه استاد، اگر اجازه باشه من میخوایم یک سوال بکنم در این قسمت، باز ادامه بدید. همونطوری که خانم شینکای کروخیل اشاره داشتن، در افغانستان با وجود گفتمان قومی مطالبه برای تجزیه وجود نداره، مثل که مثلا در پاکستان بلوچا تجزیه میخواین یا در جایهای دیگه. خود نبود مطالبه تجزیه به نظر شما نشان دهنده از این است که راههای وجود داره برای از این که میزان همبستگی در افغانستان سطحش بره بالا و عبور بکنه از این گفتمان قومی؟ خب دقیقاً من متفقی هستم که مردم افغانستان به مسابقه اقوام افغانستان به مسابقه دو خط موازی نیستن که هیچ جای به هم نرسن. من متفقی هستم که مردم افغانستان بسیار مشارکت زیاد دارن، که من در یک از مقالات خود از مشارکات تاریخی پشتونها به تاجیکا یاد کردم، که مثلا خدماتی که پشتونهای افغانستان به زبان فارسی انجام دادن بسیار زیاد بوده، طوری که استاد میران اشاره کردن، یا اینکه اقوام افغانستان یک مناسبات و مرابطات نزدیکی دارن. اما جنگ سرد متاسفانه یک گسست عاطفی در شبکه قومی افغانستان به وجود آورد. تنظیمای افتگانه و اشتگانه که در افغانستان فعال شد و به کمک ایالات متحده آمریکا و متحدین از اونها، متاسفانه تنظیم ها نقش بسیار بارزی در گسست قومی در افغانستان داشتن. به جای از اینکه این تنظیم ها میخواستن که افغانستان یک هویت برسانن، بیشتر باعث نزوهای قومی در کشور شدن. متاسفانه خیلی جای بس داره. من فکر میکنم که الگوهای نقش در افغانستان در 50 سال اخیر یا شاهزاده بودن، یا چپیا بودن، یا مجاهدین بودن، یا طالبا بودن، یا یک بخش از تکنوکرات های از غرب برگشتن.
یوغ در افغانستان متاسفانه فاقد الگوی نقش است، فاقد کسانی بود که بیان در داخل افغانستان کار بکنم خود هویت ملی. من فکر میکنم که یک از مشکلات ما در افغانستان داره این است که هیچ پشتوانه نظری به خاطر بحث هویت وجود نداره. ما کارهای آقای محمود ترسی به دید منتقدان نگاه میکنم، به عنوان یک پشتوانه نظری بسیار اکادمیک نگاه نمیکنم. من فکر میکنم که کسانی که میخوان مشروط خان افغانستان هم به عنوان کسانی بدانم که اینا برای دموکراسی و هویت کار میکردن، من قبول ندارم. من فکر میکنم که اگر ما خواسته باشیم بحث اساسی که چرا در افغانستان هویت ملی شکل نگرفت و چرا قومیت به عنوان یک متغیر اساسی مطرح شد، من میخوام یک نقل قولی از بارنبلوبین مطرح بکنم. بارنبلوبین معتقد بود که نهاد دولت در افغانستان مثل یک گیلاس پر از آبی است که روی یک میز لرزان قرار گرفته و همیشه میز در حال تلاش برای واژگون کردن این دولت بوده. مثلا یعنی جامعه افغانستان هم باره در صدد رزی بوده که دولت واژگون بکنه. بیا خود درم است که دولت افغانستان نتونست که در صد سال اخیر به ثبات برسه. من فکر میکنم که اگر ما سایر عوامل هم از دیدگاه جامعه شناسی بس بکنیم، یکی از مشکلات افغانستان نبود توسعه بود. مثلا دولت های افغانستان نتونستن که سرک بسازن، سرک و ساختن سرک و انتقال برق، اینا از مؤلف های اساسی توسعه است. فقدان مراودات اجتماعی بین روستاها و شهرها، ناکامی دولت در گسترش حاکمیت دولت به روستاها، اینا از عواملی بود که مردم افغانستان در جزایر گوناگون زندگی بکنن. این جزایر گوناگون مانع تحمل سازنده بین مردم افغانستان میشد. مثلا امروز ما شاید از دست بدیم. خب خانم شینکای کروخیل، همونطوری که شما هم اشاراتی داشتین در بحثایتان، باور بسیاری ها میست که در حال حاضر هم مناسبات قدرت در افغانستان باستاب مناسبات قومی است و نخبگان سیاسی افغانستان هم در واقع طرف، اگر در لفظ نی، در عمل طرفدار همین مناسبات قومی استند که نماینده یک قوم باید در راست دولت، نماینده یک قوم باز معاون از او به این شکل. به نظر شما ما چطور میتونیم از این وضعیت عبور بکنیم و ما و سیاست ما برسه به جایی که دیگه قومیت در او سار مطرح نباشه و مشکلات دیگه جامعه که فقر است، نهادهای ناکار آمده است، فساد اداری است، بی‌ثباتی دولت و ایناست، ای بیایم در مرکزیت سیاست ما و در مرکزیت گفتمان سیاسی ما و بحث قومیت بره در حاشیه، چی کار باید صورت بگیره؟ بدون شک از یک تعداد نخبگان سیاسی که اونا صرف به منفعت خود مسئله قومیت را به ما اندازه دامن میزنن تا من گفتم که خودشون به قدرت بانن و یا بیشتر امتیازگیری بکنن. اما یک صرف باید بیاد داشته باشن که با وجود تمام ناباسمانی های، با وجود تمام مداخلات که در افغانستان صورت گرفت، با وجود تمام حالت و وضعیت سیاسی و اقتصادی اجتماعی مملکت، شما ببینید که اما کسایی که میخواهند زیادتر از آدرس قوم خود را مطرح کنن، امروز با اون چندان بازاری ندارن. شما ببینید که بچه های رهبرا اصلا یا کامیاب نشدن و یا تا یک معامله رفتن کامیاب شدن. حتی خودم این رهبرای جهادی شما ببینید که شکست بسیار واضح برشان در دوران انتخابات متوجهشان بود. این که با چی معامله صورت میگیرن و برملا نمیشن مسئله جدا است. و یا مثلا کسانی که مسئله بسیار تغییر نام افغانستان را مطرح میکردم امروز او برنده ایدم میشود. یعنی مردم افغانستان در مجموع، ما نمیتونیم که کل مردم افغانستان خواستار امی جدا طلبی یا جدا کردن اقوام و یا ساختن چترهای قومی که ما را واقعا یک موانع بسیار جدی در بخاطر ساختن یک هویت ملی و یا یک ملت شدن میسازد، دیگر من فکر میکنم که چندان بازاری ندارد. اما ظاهرن که در حکومت اینمی که از کدام قم رئیس جمهور باشه و کدام قم معاونینش باشه و وزرات چطور میشه و چه قسم کل از مسائلی که وجود دارن، این مطمئن باشند که این بخاطر فعلا میچلن، یکی خامی وضعیت سیاسی و ارتباطات ما با جامعه بیرون و یا کسانی که ما را کمک میکنن و اونا که علاقمندی و یا علایق خود را دارن، اما از طرف دیگر یک گفتمان بدیلی برای از او شروع نشده. من فکر میکنم که بعضی سیاسیون افغانستان که میتونه یک رول بسیار ملی را بازی کنن که چطور یک الترناتیوی که مردم بسلا منفعت افغانستان را دو الترناتیو ببینه و جمع شون، بعضی سیاسیون که امی بعضی میارهای از را دارن آغاز به کار نکرده. قسمی که برادر ما ذکر کردن که اگر خود را فعلا بسیار یک کس ملی مطرح کنه، باز یک رقم امو
تعلقی که با یک قوم داره و نسبتاً بسلا سر زبان ها است و به شکل یک سیاست سیاسی مطرح میشه، ترس داره که مبادا امو طرفدارای خود را ما هم معزز ندهم. اما با فکر میکنم که جامعه افغانی با تمام مشکلاتی که ما داریم فرصتی هنوز هم وجود دارند که ما یک رهبری ملی داشته باشیم، یک انگیزی ملی و یک ملت واحد که ما تمام همی ناباسمانی هایی که وجود داره، شکاف های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هر چیزی که وجود دارن، مشکلاتی که ما داریم، چطور بتانیم که نمیره زیر بحث بگیریم و راه های حل های بسیار اکادمیک که برازو پیدا شوند، مطالعه شوند، کار شوند. برازی که چطور دیگه ملت ها رسیدن، دیگه ملیت ها به یک ملت تبدیل شده. چی اگر او یک بسلا یک نمونه در ممالک اروپایی باشه یا در ممالک آسیایی باشه، این خیلی مهم است. شما امروز هند ببینه با او عظمتی که است، با او ادیان مختلف و باورهای مختلفی که داره، اما باز هم برشان یک هند مطرح است. حتی 60 یا 70 میلیون مسلمانی که در اونجا وجود دارن، اونا مخالف پاکستان است، بلکه اونا منافع هند را میخواند و برش هند مهمتر از همه چیز است. مشکل ما نداریم، اما مشکلی است که فعلا ما یک رهبر سیاسی که چطور میتواند انگیزه ملی بودن خود را مطرح بکنند و مردم افغانستان من فکر میکنم که دارد تشنه و منتظر همچون یک شخصیتی است که زیر رهبری از اون ما بتانیم که این تمام مسائل خود را اول اعتراف کنیم و قبول کنیم که مسئله وجود دارند و بعد از اون با او بپردازیم که رای های حل ما چیست، پیش از این که امیش گاف های قومی و اینمی آدرس های قومی ما رو برای یک سرحدی برسانه که خدا نخواسته یک روز مسئله تجزیه افغانستان مطرح شد. شما فرمودین که یک رهبر باید ظهور بکنه، ولی خب ظهور رهبر یک جامعه نمیتونه منتظر ظهور یک رهبر باشه. یک سوال دیگه این سوال اونده ایست که مطالبات قومی که وجود داره برای این مطالبات قومی در واقع پاسخ پیدا کنه. ما شاهد بودیم در لویه جرگه سال 2004 وقتی که قانون اساسی فعلی افغانستان تصویب می شد، اون زمان چهار قوم بزرگ افغانستان چهار مطالبه مختلف داشتند. به طور مثال پشتونا طرفدار ازی بودن که بیشترین صلاحیت ها باید به رئیس جمهور داده شود، تاجیکا طرفدار ازی بودن که رئیس جمهور یا یک معاون قدرتمند داشته باشه یا یک صدر اعظم، و اقوام ازبک و هزاره طرفدار ازی بودن که صلاحیت های ولایت ها بیشتر شود و کابل سر امور ولایت ها زیاد تسلط نداشته باشد. یک چهار نوع مطالبه مختلف ما میبینیم که در اون زمان وجود داشت و تلاش میشد که به این پاسخ. فکر نمی کنیم که ما باید این مطالبات پاسخ بدیم تا از این مشکل عبور کنیم به جای از اینکه منتظر ظهور یک رهبر باشیم؟ ببینید، من با شما موافق هستم که مشکلاتی را که ما امروز تیر میکنیم بسیاری از ممالک جهانی مسئله را تیر کردن، اما اونا بهش یک برخورد بسیار پاسخگو کردن که یک نتیجه رسن. شاید که اونا موقعیت جغرافیایی مختلف داشتن، شاید همسایه های مانند ایران و پاکستان نداشتن، شاید مردمش به یک سطح دانش و علمت متفاوت داشتن. ببینید، من با شما موافق هستم که اقوام مختلف با دیدگاه مختلف با مسئله افغانستان دیدن و متاسفانه داشتن رهبرانی قومی حدی از همی کوشش کردن، اون نسخه ره که برای علاج امراض فیلی که او افغانستان با او دوچاره است، اون به خاطر از اون نسخه ره پیش نکرده که ما را از این حالت بکشن، بلکه فکر کرده که خودش تو میتوند از اون بیشترین منفعت برای شخص خود و گروهان خود زیر نام یکم به دست بیاورن. مثلا میشد که در بسیاری ممالک اروپایی مثلا میخواد سیستم فدرالی یک جواب خوبی بوده باشند و می تقاضاهای مردم و خواسته های مردم، اما شما بیان همون نسخه را در افغانستان شما تطبیق کنید، امروز مردم افغانستان از یک قوم از یک قماندانی که یک ملتفنگ دسترشانی خود دارن چقدر به عذاب دارن. اگر او بیایه اون مکست یک سیستم فدرالی شخص اول از او اداره شد، ببینید که به مردم چه کارهایی نخواهد کرد. یعنی نسخه های مختلف در دنیا وجود دارند که مردم میتونن که مسئله های سیاسی و اجتماعی خود را مطرح بکنن و به یک راه حل برسن. اما واقعا شدمو بستر وجود داشته باشه، بستر آماده وجود داشته باشه که امون نسخه اون جوابی شود و راه حل برای مشکل باشه. اما در افغانستان ما دیدیم که اگر والی قدرت من بود، او والی صرف بر ثروت خود افزود، نه اینکه واقعا مردمش که به یک مصیبت دوچار بودن حاکمیت قانون به اونجا بیاید، مردم در فضای امن زندگی کنند. ما دیدیم که والی قدرتمند فقط خودشان
صاحب ثروت شدن، کدام چیز دیگه به دست نآوردن. و یا مثلا یک رهبری که به نام جهادی و یا رهبری قومی که اونا آوردن، در هر جا که باشه اول بچه خود را مطرح میکنن، نه ای که واقعا امو قوم خود را مطرح بکنن. یعنی ما باید امی رقم نگویم که واقعا اونا آنقدر ملی بودن که اونا یک نسخه ملی برای حل معضله ازی بوده که چطور ما اینمی شگافا را از بین ببریم، واقعا به یک شکل ملتی که هم رضایت شناسته شما و مشکلات ما رفع شما و خود را در یک نظام مساویانه صاحب حق ببینیم و بعد از او پیش بره. برای ازی که واقعا ما این مسئله وقتی مسئله حل میشه که ما یک گفتمان عادلانه را بکار کردیم، مردم های این بحث را برا پردند که واقعا مشتاق عزیز که مسئله حل شود، نه اینکه چطور یک فرصتی باشه که خودش در اونجا واجگیری کنه و مملکت را به یک بحران جدی دیگه متوجه بسازه. تشکر. جناب آقای میران، شما چی فکر میکنین که خب همونطوره که من پیشتر در سوال قبلی توضیح دادم، سال 2004 به اون شکل اقوام مختلف به اون شکل نظریات داشتن، مطالبات سیاسیشان به اون شکل بود که تا حالی هم ما میبینیم ادامه از او را، تا حالی هم امو بحثا و امو مطالبات ادامه داره. شما چی فکر میکنین که چی رای باید در پیش گرفته شود با توجه به این مطالبات، با توجه به این بحثایی که وجود داره که ما را عبور به تازی گفتمان و ایرانگر قومه؟ ببینید، ما از آغاز بحث تا حالا گفته آمدیم که ما تا هنوز متاسفانه توفیق نیافتیم که تنوع قومی، فرهنگی و زبانی خود در قالب یک ملت منسجم و واحد به رسمیت بشناسیم. خب لذا رهبران سیاسی ما رهبران قومی است که خانم کاری خیلی هم اشاره خوب داشتن نسبت به این موضوع، و همین گونه ما هنوز وارد یک گفتمان ملی نشدیم. گفتمان ملی از کجا آغاز میشه؟ گفتمان ملی از تحقق عدالت اجتماعی آغاز میشه، از مشارکت ملی آغاز میشه. گفتمان ملی از توزیع عادلانه قدرت مبتنی بر علایق و منافع کلان ملی آغاز میشه که متاسفانه ما تا هنوز با او فاصله داریم. ملت سازی اگر قرار باشه که دولت سازی و ملت سازی از چشمانداز ایدئال های قرن 19 نگرسته شوه، ما فکر میکنم که نگرش به جای نمیرسه و همین نگرش بوده که ما را با همین مصیبت مواجه ساخته. پس بنابراین ما با یک نگرش جدید نیاز داریم و با یک چشمانداز جدید که برخواسته از علایق کلان مردم افغانستان که تامینگر ثبات سیاسی و عواطف ملی باشد. ما نیاز به تولید عواطف ملی داریم و عواطف ملی به هر حال درست از جایی یا در جایی تولید میشه که ما خویشاوندی ملی ایجاد بکنیم و این خویشاوندی، ایجاد خویشاوندی ملی مستلزم به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی، تنوع قومی و تنوع زبانی یا در واقع پلورالیسم قومی به افغانستان است. ما اگر قرار باشه که به یک ثبات سیاسی، به آرامش ملی و به هر حال به دولت با ثبات برسیم، هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه تنوع فرهنگی، قومی، زبانی را در افغانستان به رسمیت بشناسیم و رابطه سیاست با رابطه آموزه های دینی را با سیاست رابطه حقوقی بسازیم، به هر رابطه اخلاقی بسازیم، ببخشیم به هر پیمانه ای که رابطه آموزه های دینی ما با سیاست رابطه حقوقی باشه، به همان پیمانه ما دچار آسیب و شکاف های اجتماعی میشیم، و به هر پیمانه ای که رابطه آموزه های دینی ما با سیاست، با مدیریت سیاسی رابطه اخلاقی باشه، به همان پیمانه ما میتونیم از علایق قومی، از احساسات قومی عبور کنیم و به تولید عواطف و احساسات فراقومی برسیم. این کار شدنی هست، غیر ممکن نیست. کشورهای دیگه بوده که مشکلات دشوارتر و سنگینتر از ما داشته، اما خوشبختانه با توسل به آموزه های جدید و تولیدات جدید فکری به یک نتیجه رسیدن، برای مشکلاتشان به رسمیت شناختن و راه های بهتر را برای رسیدن به همگرایی پیدا کردن. یکی از راهایی که میتونه افغانها را، مردم افغانستان، اقوام ساکن در افغانستان به ثبات و به آرامش برسانه، او پذیرفتن هم دیگر
و احترام گذاشتن به هم دیگر، یعنی به رسمیت شناختن تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و در واقع یک همگرایی کلان ملی مبتنی بر منافع کلان مردم سرزمین است. ما در این زمینه هیچ گونه ادبیاتی در خور شأن تولید نکردیم و هنوزم به هر حال به عنوان یک بحث جدی مطرح نشده. ما نیاز به تولیدی گفتگو. اگر اجازه بدین آقای میران، ما به این قسمت میخوام سوال کنم. بحث بر رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و قومی افغانستان در قانون اساسی افغانستان آمده، قانون اساسی کنونی افغانستان که در سال 2004 تصویب شد، در او آمده که افغانستان سرزمین چند فرهنگی است و خلاصه میگید که شما میگین بر رسمیت شناختن صورت گرفته. سوال اصلی است که چطور میتونیم از سیاست ما را عبور بتیم از این گفتمان قومی، به خاطر که گفتمان قومی خیلی خطرناک است. ما تجربه دهه 70 داریم، ما تجربه کشورهای دیگر هم مثل تجربه کشورهای آفریقایی را داریم که اگر سیاست ما ادامه پیدا کنه تسلط داشته باشه سرش گفتمان قومی، ما شاید به او دوران برگردیم خدای نخواسته. شما به توزیع قدرت اشاره کردین که او هم یکی از راه هاست. اگر مشخصا بگوییم که مثلا چه قسم باید قدرت توزیع شود، به چه صورت که عبور به تمام از این وضعیت. ببینید، ما در 20 سال اخیر امکانات بسیار قابل توجه از مجامع بین‌المللی دریافت کردیم و ادبیات دموکراسی یا دموکراتیک فعلا داریم. تأثیر همین امکانات شکل گرفت. اون چیزی که ما به نام آموزه‌های دموکراتیک یا به هر حال ادبیات دموکراتیک داریم، متاسفانه تولید شده یا برخواسته از ظرفیت اندیشه بومی ما نیست. ما از بیرون آمده و همون گونه که از بیرون آمده شاید هم بالاخره برگرده به بیرون. ما نیاز به ظرفیت سازی بومی و تولید اندیشه‌ای داریم که برخواسته از نیازهای بومی و نیازهای به هر حال مشخص و روشن جامعه ما باشه. ما متاسفانه در بخش تولید تفکر و اندیشه که مبنای تحول ساختاری در یک جامعه هست و در هر جامعه هست، هنوز در آغاز راه هستیم و خود ما چیزی از خود ما تولید نکردیم و اون چی که در قانون تسهیل شده چیزهای خیلی خوبی است، اما ظرفیتی عمل کردن و تعهد و تقید اخلاقی عمل کردن به او وجود نداره. مثلا ما یک قانون داریم به نام دسترسی به اطلاعات، قانون بسیار مدرن است. ما یک قانون در اروپا خواندیم به هر حال و در اونجا هم قانون درست کار میکنه، اما شما وقتی در افغانستان قانون میخواین تسجیل و تعمیل بکنین، به زحمت میتونین به هر حال به اطلاعات دست پیدا بکنین که در قانون تسجیل شده، شما به او ضرورت دارین، قانون تاکید کرده. به دلیل از این کمی ظرفیت ذهنی اخلاقی هنوز به وجود نیامده که بالاخره ادارات دولتی ما اطلاعات تعریف کنه و بعد بالاخره در اختیار کسانی بگذاره که نیاز به اطلاعات داره. به هر حال وقتی بحث توزیع قدرت میآید، ما هنوز بحث توزیع قدرت از چشمانداز قومی میبینیم. مثلا رئیس جمهور یک معاونش باید هزاره باشه، یکش باید از قوم تاجیک باشه یا از اقوام دیگه باشه. همینطور مثلا خواهان حضور فیصدی در مشارکت ملی هستیم، در حالی که مشارکت ملی یک امری مبتنی بر ظرفیت فردی و شخصی است. حالا مثلا یک کسی ظرفیتی بلندی قابل توجه داره به دلیل از اینکه بالاخره از شمار بیرون میاد و بی جذب نمیشه، ولی یک کسی که ظرفیت نداره این در جای کس قرار میگیره که ظرفیت داره. من منظور می است که وقتی توزیع قدرت عادلانه باشه و تحقق عدالت اجتماعی صورت بگیره، ما ظرفیت شخصی و به هر حال توانمندی های شخصی را معیار مشارکت در ساختار قدرت یا در ساختار سیاست باید قبول بکنیم که چنین چیزی تا هنوز به صورت فیزیکی پذیرفته نشده. جناب آقای فقیری، همونطوری که همه میدانیم در تمام کشورهای دنیا، حتی در کشورهای دموکراتیک هم نیروهای افراطی وجود دارن که تعریف بسیار محدود دارن از ملت در اون کشور. مثلا در فرانسه جریان که ماری لوپن رهبری میکنه تعریف بسیار محدود از فرانسه و فرانسوی داره، همونطور که در افغانستان بعضی از نیروهای تندرو تعریف بسیار محدود از افغانستان و افغان دارن و باز در برابر از اون نیروهای دیگه است. و این نیروها در تمام کشورهای دنیا است.
ولی اون کشور ولی این نیروها در حاشیه سیاست هستند بسیاری از کشورها. چی کاری ما کرده میتونیم در افغانستان از نظر اجتماعی باید چی کاری صورت بگیره که نیروهای افراطی قومی برن با حاشیه سیاست و متن سیاست در اختیار نیروهای قرار بگیره که اونا به مشکلات اصلی جامعه بپردازن؟ من فکر میکنم که ملت سازی در هر کشور نیازمند یک استراتژی هست، استراتژی که هم بگونه دراز مدت میان مدت کوتاه مدت کار بکنه. در افغانستان یکی از کارهای بسیار اساسی که باید صورت بگیره من فکر میکنم در دراز مدت مبارزه با فقر اقتصادی است. یک زمانی از دکتر عبدالکلام رئیس جمهور از فقر هندوستان پرسان کرده بودن که دشمن هندوستان چیست، میگفتید که هندوستان فقط یک دشمن داره تو فقر است. من فکر میکنم در افغانستان ما یکی از مشکلات که داریم فقر اقتصادی است. به فقر اقتصادی متاسفانه جهت میده به بسیاری از کنش ها و کنش هایی که در جامعه افغانستان میبینیم که بخشی از افرادگرایی هم متاسفانه متاثر از فقر اقتصادی است. اگر دولت افغانستان توانایی در آینده پیدا بکنه که توسعه بگونی متوازن و متناسب در تمام افغانستان گسترش بده، بدون شک فضای کافی برای گروه های دسترستی باقی نمیمانه که اینا بیان بگونی آرمان ها و روابط های قومی خود دنبال بکنن. من فکر میکنم که ما در افغانستان متاسفانه ناکام بودیم که از واحدهای اجتماعی مانند سینما، مانند رسانه ها، مانند آموزش و ورزش استفاده بکنیم در راستای ملت سازی. کاری که هندوستان کرد، هندوستان یک از موفقیت های گذاشتی بود که از ابزارهای مانند سینما استفاده بسیار کافی کرد بخاطر ملت سازی. ما در افغانستان متاسفانه چیزی به نام سینما نداره در بسیار گذشته. ما رسانه های مؤدبمند نیستن، متاسفانه کارکردشون درست نیست. و در این حال ما نتونستیم که نهاد ورزش یک نهاد ملی تبدیل بکنیم. بیا خود رمز که متصور میکنم که یکی از کارهای دولت افغانستان و در کل جامعه مدنی و جامعه روشن فکری افغانستان باید انجام بدنی است که باید بتونن که شناخت از اون از جامعه افغانستان بیشتر بشه. متاسفانه دولت افغانستان از 370 ولسوالی افغانستان شناخت متناسب درست نداره. ما مناسبات اجتماعی افغانستان درست نمیشناسیم. میزان تغییرات اجتماعی در جامعه افغانستان نمیفهمیم که چند تا صورت گرفته تا چند تا وجود داره. به دلیل از اینکه عمه ما در درون یک نظم قومی زندگی میکنن که این نظم قومی متاسفانه آسیب‌های بسیار فراوان وارد کرده روند دولت سازی. یا خود رم است که ما امروز عمه ما نگران هستیم که گفتگوهای دعا به کجا خواهد رسید، آیا سرنوشت شما تغییر خواهد کرد یا نه. من فکر میکنم یکی از مهمترین عوامل از این است که ما نتونستیم که به یک نظم ملی برسیم در داخل از اون نظم ملی زندگی بکنیم که یک مشکل بسیار بزرگ بوده. بس دیگر که میخوایم صحبت بکنیم در مورد شکافهای اجتماعی و قومی است. ببینیم تا چه اندازه نمادها در افغانستان اختلاف برانگیز است. در افغانستان اجماع وجود نداره پیرامون تاریخ معاصر افغانستان. تفسیرهایی که از تاریخ معاصر افغانستان صورت میگیره کاملا متناقض است. در افغانستان روی شناسنامه‌های دیجیتالی اجماع وجود نداره. در افغانستان روی سایر نمادها یا سرود ملی وجود دیگر اجماع وجود نداره. این پرسش بسیار جدی است که چرا چنین چیزی است؟ چرا ما نتونستیم در 20 سال گذشته اعتماد سازی بکنیم؟ من به هیچ عنوان نمیخوام صرفا دولت مقصری به زیاد بدانم. دولت دقیقا خودش زاده این مناسبات اجتماعی است. و این مرزم نیاز به آسیب شناسی بیشتر داره. ما باید بفهمیم که چرا نظم قومی همچنان در افغانستان پابرجو است. من فکر میکنم که بسیار از نخبگان قومی در افغانستان از قومیت به خود دوکان باز کردن. و اون قسمه که ما در دوره جهاد دیدیم که به نام جهاد دوکان های بسیار زیاد باز شد، یا به نام حقوق زنان دوکان باز شد و به نام حقوق بشر و دموکراسی. امروز متاسفانه قومیت یک دوکان است، برای بعضی از افراد سودآور است، از این منافع اقتصادی خود دنبال میکنن. این خود رم است که ما متاسفانه مشکلات بسیار زیاده شاید از بستیم. من فکر میکنم که در افغانستان به هیچ عنوان صرفا دولت نباید مقصر پنداشته باشه. اگر تغییر دولت در افغانستان کارساز میبود، ما در 100 سال گذشته چندین دولت واژگون کرده و نابود کردیم. اگر تغییر قانون اساسی سازگار میبود، ما تقریبا 8 قانون اساسی تغییر دادیم در یک قرن اخیر. فکر میکنم آن چیزی که باید تغییر بکنه نقش روشنفکر است و نقش روشنفکران افغانستان متاسفانه تبدیل شدن به سخنگویان جهالت مردم. سخنگوی بیشتر پشت به مردم کردن و رو به طرف دولت، در حالی که باید تغییر بکنه. روشنفکر افغان باید به نقد بسیار دقیق و علمی و اکادمیک جامعه بپردازه. ما تا زمانی که مناسبات اجتماعی افغانستان نشناسیم و به نقد از اون نپردازیم، این مشکل ادامه پیدا میکنه. بی خود رم است که روشنفکر به جای از اینکه آگاهی و دانایی در جامعه توزیع بکنه و مردم بر اثر بداره از قوم گرایی، بیشتر دولت مقصر سیستم میدونه. من فکر میکنم که دولت افغانستان بدون شک ناکام از ضعف‌های بسیار بزرگ داره در حکومت داری و تطبیق قانون، اما صرفا مقصر پنداشتن دولت ها نمیتونه که ما را به او هدف اصلی که هویت ملی است برسانه.
سپاسگزار هستم از تمام فرهیختگانی که در این پنل شرکت کردند، جناب آقای محمد فقیری استاد دانشگاه، جناب آقای عادی میران شاعر نویسنده و استاد دانشگاه و خانم شینکای کروخیل نماینده مردم افغانستان در پارلمان افغانستان. سپاس از شما و برای همه شما روز خوش آرزو دارم.